امروز ما سراغ یکی از کسایی آمدیم که عاشق است و هم رسام است. بالاخره پیدایش کردیم. ما کم بشنیدم که گفتن عروسی هم کردین. حتی چند بار ازدواج کردین؟ چهار بار ازدواج کردین؟ چهار بار، چهار زن دارم، بله. پیش اونا میرین؟ یعنی چند ماه بعد؟ چقدر وقت بعد میرین؟ یک هفته بعد، ده روز بعد. یک دیدن میرم، پس هم دیدن. چقدر مقبول و عالی را کار کردن. واقعا که استعداد از اینا فوق العاده عالی است. و این دوستا خودتان ببینین دیگه، چهار بار ازدواج کردین و چهار بار عاشق شدین. یعنی چهار بار امکانش میره که آدم عاشق شوه؟ من دیگه هم عاشق هستم. دیگه هم عاشق هستین؟ یعنی بار پنجم هم تصمیم دارین؟ این پنجم دوم آمده شوه. اگر امکاناتش باشه بود. از زن اول 18 بچه دارم. خب از زن اول 18 بچه دارم. 18 از دوم 16، از سیوم 14، از چهارم 12 بچه. نام خدا. اصلا نام خدا. نام خدا. با درود و سلام و خسته نباشین هموطنای عزیز، آرزوی سعادتمندی و سلامتی شما را دارم. خوشحال هستم که بازم با یک سوژه کاملا متفاوت خدمت شما قرار گرفتیم. بنده احمد فیصل عاصم، امروز یکی از جای دیدنی کابل آمدیم، دره زیبای ولسوالی پغمان که یکی از جایی است که دریای بسیار عمیق و خروشان، آب و هوای بسیار گوارا و یک طبیعت واقعا دلنشین داره. صدای پرنده ها و آواز و شر شور باران هم به گوش شنیده میشه. همین لحظه هم یک باران بسیار عمیق و فوق العاده که ای کاش میشد که یک کمره دیگه می بود که براتون به تصویر میکشیم. ان شاء الله تصاویر خوب براتون تهیه میکنیم. امروز ما سراغ یکی از کسایی آمدیم که عاشق است و هم رسام است. بالاخره پیدایش کردیم، پرسان کده و همین دوست ما گفت که براتون میارمشم اینجا. اول با دوست ما معرفی میشیم. سلام، خسته نباشید. زنده باشید. خوب هستید؟ شکر. قرار به قراری؟ شکر. نامتان؟ نام رفعت الله است. رفعت الله. خب بسیار خوب. اینجا چی مصروفیت داره؟ من اینجا در پغمان در پارکن هستم، در پارکن ششم. خو همین موترا و یارا تنظیم میکنین؟ تنظیم میکنین پرچم. آب و هوا چطور از دهی شب و روز؟ بس دهی شب و روز خیلی مزیدار آب و هواست. واقعا اما تو که میبینیم درختان واقعا سرسبز شده، طبیعت هم واقعا دیدنی شده. خب واقعا جایی خیلی خاص هستین. ما یکی از دوستایی را سراغش میگشتیم و با همکارای ما که بالاخره بر ما یک سرنخ پیدا شد. یکی از دوستای ما که یک رسام توانا میگن، خوب قصه اما تو قصه های خیلی شیرین یاد داره. یک کس هست که چند بار با عاشقی ازدواج کرده. نامش نمیفهم که ایجا. یک رسام هست به نام کاکا اکبر نامش هست. خودش هست سالنگ. خو او یک 6 سال میشه افسال که من میجا کار میکنم. بس کاکا اکبر دمیجا هست. کاکا اکبر دمی جا دور پیش می باشه؟ آدمی دور پیش دمی زیر سلطان صاحب از این اوتل کاکا نادر موقعتش هست. خب میشه خیلی میره بر ما پیدا کنین که ما امروز امروز چند دقیقه صحبت داشته باشیم؟ انشالله. چرا نمیشه؟ خب امیره خیلی خودت میری یا دوست ما رو وظیفه میتی؟ که خودم بر دست گرفته میاره میشه. بسیار خوب خیلی ما دمیجا بشینیم یک دو دقیقه. دمی طبیعت، دمی هوای گواراک واقعا امروز خاص است دوستا. ما اینجا میشینیم تا ای که کاکا اکبر بیا. انشالله قصه ها امروز میداشته باشیم. انشالله بردوچشم قربانت خیمه. منتظر هستم اینجا ایسوسو یک سراغش
بگی که کجا است. درست نام قربانت. بین دوستا اینجا خب بیشتر دوستا و هموطنای ما میاین با میله، با تفریح، با فامیلای خود. و نه تو جایکای واقعا دیدنی که رفیقا که آدم بیایه، خصوصا در این شب و روز گرمی هم زیاد است و آب و هوا هم واقعا گرم شده و اینجا که میای آدم اصلا احساس نمیکنه که گرمی باشه. فصل تابستان است، احساس میکنه که زمستان است. از این خاطر دیگه ما گاهی وقت اینجا میای میگم این فضای اینجا مثل سالنگاس. دیگه توکل به خدا ما چند دقیقه منتظر میشنیم تا کاکا اکبر یا استاد اکبر عاشق بیایه. یک جای آدم باشه که خستگی ها رفع میشه. تقریبا اینه 15 دقیقه شد، فکر میکنم که استاد اکبرمونه آمدن. بیاین همینجا بیاین. اینه دوستا. خب استاد اکبر رسام، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ خسته نباشین. زنده باشین. اینا خوب شد که پیدایتون کردیم. بخیر. زنده باشین. رفیق تشکر. بیاین. بیاین استاد اکبر خان. در این بالا اینجا میشینیم یا هر سمت که میشینین راحت هستین؟ همونجا میشینیم. کجا راحت هستین؟ خب به خاطر بوتکایتون است. خوب از بیاین کم این طرف تر میشینیم. استاد اکبر فکر میکنم که پایکتون هم تکلیف داره. خب بشینین همیجا، همیجا بشینین. همه تو کلیوالی قصار هم میداشته باشیم انشالله. روی یکتان هم ای طرف اگه دور بتین این تو برو ما ای طرف. خب یک کمه که دگام میشه که روی یکتان دور بتین که دوستان بتانن چهره تان رو ببینن. اول بسیار خوش شدم از دیدنتان. ما بالاخره بخیر باشین. بیاین همیجا بشینین امرای ما قربان. برو بخیر باشین قربانتون. تشکر. پیاله چای استاد اکبرم بیار. خسته نباشین. زنده باشین. خیلی میگم قربانتون. تشکر. ما بعد از بسیار جستجو بالاخره پیدایتون کردیم. زنده باشین. برکت. گفتن دوستا که همین جمعی باشین. جانا جانا بسیار خوب. نام خدا چی خوب. یک ریش موی بسیار همه تو مقبول که یک هم شاعرانه است اما عاشقانه است. دوستایی که با هنر و با شعر و فرهنگ و چیزا سر کار داشته باشن، همت یک فضا و همت یک چی میدونی. بیشتر خودتون در مورد خود کم بیش بگین. ما خو از تلویزیون آریانا آمدیم. ما خو این رسام هستم. بسیار مردم، مخصوصا مردم کابل زیاد ما را میشناسن. ما تقریبا در خیلی ولایت ها رفتیم. اینم تو رسامی کرده گشته ایم و دو تلا تیر کرده ایم و دیگه سرگذشت ها زیاب پس دیگه در ایرات هم، در قندار هم، در غزی هم، در جلال آباد هم، دیگه بدخشان و همچنان کندوز، تخار اوجا هم رفتیم، بغلان، پلخمری اوجا هم رفتیم، دیگه در ایچی هم رفتیم. چی در گفتم؟ بدخشانم. امی خصوصا سمت شمال زیاد گشت. زیاد ها. هرات، بامیانم رفتیم. بامیانم رفتیم. بندامیر، بامیان، جام کلی جنیم. رسامی کردم تو
کلوم را شما در سفر سپری کردین، اصل زندگی را کیف شما گرفتین؟ کسایی که با این رقم یک فضا زندگی میکنن، زندگی خوب اما تو پر کیف میداشت؟ بله جان، خوب خوب زندگی سا، یعنی کسایی که فرمثال همیشه در خانه میباشن و تو سفر نمیکنن، به اصطلاح تجربهشان کمتر میباشه و همی سفر هم انسان را پخته میسازه. چند سال عمر داره؟ سن ما دیگه بهش اجازه باشه که یکم سوالای شخصی کنیم ان شاء الله مشکل خواهیم. نه مشکل نیست. چند سال عمر داره؟ ما 77 سال. 77؟ 77. 77 سال. امی 77 سال در افغانستان بودین کلا؟ ایران هم بودیم، پاکستان هم بودیم. یعنی یک دوره مهاجرت هم؟ بله بله. با چی هنرا چی دستاوردا دارین؟ با چی هنرا سر کار داریم؟ ما فقط رسامی طراحی صورت، اینم تو ساده پنسل سیاه‌سفید جور میکنم دیگه، با صورت بالا حالا یک کمه که چشمای ما چیز ضعیف شده و همچنان لرزش در دستم پیدا شده کم کم. اگر نه سابق ما ایره تا یک جای کتی یکی شرط زدم در 20 ثانیه ما عکس جور کردم. در 20 ثانیه تصویری خود شخص؟ در 20 ثانیه تصویر همین نفر جور کردم. یعنی هنر شما می است که مثلا نفری که مقابلتان باشه طرفش می بینین و تصویرش رسامی می کنید؟ دیگه حالا یک تصویر در 10 دقیقه 15 دقیقه جور می کنم. بله. شما گفتین کل عمر در سفر سپری کردین، از کجا هستین؟ منظورم خب درست کل ما از افغانستان هستین، از کجای افغانستان هستین و اینقدر عمره که سپری کردین، خانواده کجا است؟ اصلیت دیگه من خودم دیگه اصلیت پدر مادر میخواه سالنگ است. خود من تو جهان دیده و گشتیم و به اصطلاح اجتماعی هستم. هیچ بیشتر از این نمیگم که یک نفر خارجی هم باشه برای من بیخی بی‌تفاوت است. اون دو هم باشه یا او دو هم باشه، همی هرچی که باشه، عیسوی هم باشه، هرچی که باشه، بودپرست باشه، هرچی باشه، من نیست یک انسان، بشر دوست است. یک قصه گپان نیستم. یک مثلا بسیار روش زن روشن، زن روشن دارم. یک قصه فرمثالی از کجاست و از کجا نیست و ما از کجاستم و از کجاستی، یک گپایی به من مطرح نیست. فقط این کره زمین از ما انسان هاست، فقط مسافر هستیم، یک چهار روز اینجا هستیم، هر جای که رفتیم فقط نیکی کنیم، خوبی کنیم. انشاءالله سوال من ناراحت نشد. جانه جانه من فقط به این خاطر پرسیدم، گفتم که یعنی خانواده کجا است، پدر و مادر کجا است. من کم بشنیدم که گفتن عروسی هم کردیم، حتی چند بار ازدواج کردیم؟ چهار بار ازدواج کردیم. چهار بار، چهار زن دارم. بله. پیشونام میرین؟ یعنی چند ماه بعد، چقدر وقت بعد میرم؟ یک هفته بعد، ده روز بعد، یک دیدن میرم تصمیم زود کنم. بسیار خوب. اصل رای درآمد و زندگی شما امی است که رسامی میکنم؟ رسامی است جانا. دوستا من اینجا یک میوه است یا چای است برای من بخید جالب آمد. آلوبالو. بله. بسیار خوب تشکر، قربانتان. انشاءالله باز بعدا نوشیجان میکنیم. خب بسیار خوب، چطور از زندگی چطور سپری میشه؟ شکر فرق او بچه یک نوشابه یک چیز خیلی یک میلیون دو بیار برتان. نه فعلا خب فکر کو که ما نوشیجان کردیم، انشاءالله صحبت ها را میداشته باشین بعد از اون. و حالا اگر از شما تقاضا کنیم که اگر رسامی کنیم امکان دار؟ آماده هستیم؟ کل همی وسایل امرایتان هم. خب بیاییم که با هنر ای بزرگواران بیشتر آشنا شویم. وقتی از رسامی گفتن شما ببینین که تصویر ما یک ده دقیقه طول میکشه دیگه. آجانا ببینیم که چقدر هنر بالا دارن استاد اکبر و واقعا فوق‌العاده است. و در این عمر یکسره اینا خدمت کردن، گشتن و برشان گفتن که برای ما سمت و طرف و مکان و جای ارزش نداره، یعنی هر جایی که زندگی کردی اموجه خانه تست، اموجه جای تست،
هر نقطه جهان که باشی. بله. اجانب. بله. با شعر چطور هستین؟ با شعر شاعری؟ شعر شاعری ما بسیار شاعرها را بسیار دوست دارم. مخصوصا مولانا را، حافظ سعدی را، بیدل پروین اتسامی را، روی پرغزاد، در مجموع همه ادیان خوشمه. شاعرها بسیار شعرهایشان یعنی با یک دو مصرع یک عالم گپ است. گپ است ولی میگه یک سخن داره، میگه اگر در خانه کس است یک حرف بس است. امی یک سخنه که یک شاعر میگه، اونم یک سخن ام شعر از او که است، اگر از عرفان میگه، از تصوف میگه، اونم یک سخن از او اقدر سر دل انسان اثر میکنه که اراده انسان رو تغییر میده. بله 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 بله. شروع کنین بخیر. باش که من متچیری شاعرانم ندارم. خواه دوستا شما چند تصویر ببینین، بعد از دیگه صحبت کارم می داشته باشین. جان استاد اکبر مرا دیگه تقریبا یک 5-6 دقیقه میشه گفته روی تی طرف دور نده، دیگه نمیشه قرار که عکست خراب نده. واقعا هنرش قابل افتخار است و همچو اشخاص که در وطن ما زندگی میکنن باید اینا حمایت شوند، تشویق شوند. واقعا این کار خیلی مشکل است. اون رسامایی که خیلی خوب سابقه کاری داشته باشه و توانایی و ظرفیت بالا داشته باشه میتونه تو رسامی ها را داشته باشه که در ظرف 5 دقیقه یا 6 دقیقه بتونه 40 نفر رسامی کنه. تا که تکمیل میشه یک دو دقیقه دیگه صبر و حوصله مندی شما را میخواییم. دوستا امو اکشن ما تمام شد دیگه. واقعا من یک چند بار متوجه شدم به به چقدر مقبول و عالی را کار کردن. واقعا که استعداد از اینا فوق العاده عالی است و
این دوستا خودتان ببینین دیگه، عالی است واقعا. خب دوستا ایره ما یک مثل یک خاطره یا یادگاری از استاد اکبر میگیرم که واقعا گفتیم ایرانیا دستتان درد نکنه. نباشه استاد اکبر معمولا دوستا میگیتون یا آقا اکبر؟ بعضی ها در معلوم استاد میگن بعضی ها. یعنی واقعا این کارتان عالی است. با تصویر دوستا تا حالا دقت نکردن ببینین که چقدر ظرافت داره کارشان دوستا، واقعا فوق العاده. خصوصا چشم و بینی و دهن ابرو بسیار مهم است. بله بله. من خود زیادتر در رسامی نمیفهم، میخوایم از خودتان بیشتر بدانم. و این خطر هم که دارین خط نستریخ است، خطی که نوشته کردین ارجل. خط نستریخ تقریبا دارد. بله خطاتی هم فوق العاده است کارت. بله چند سال میشه که شما رسام و خطات هستید؟ 35 سال میشه. 35 سال، بسیار عالی. از چند سالگی از خانه بیرون شده این سراغ سیاحت و چکر و از این سرزمین به اون سرزمین گشت و گذار و بالاخره رسامی و اینا را پرداختیم؟ نه یک 41-42 سال میشه که نمید تو بدرش رسیم اتره. از یک منطقه به دیگه منطقه و تقریبا 6 سال میشه که شما در این ساحه هستید. این ساحه بسیار سابقه، یک 60 سال پیش هم دیدنی باغ آمده بودم. 60 سال پیش؟ 60 سال پیش. خودتان 70 و چند گفتین هستید؟ 77. یعنی در سنای بیخی نوجوانی دیگه. سنای 15 و 16 و 17 هم سنا بوده. شما بسیار تجربه خاص از زندگی دارین. بگه انشاءالله قسمت باشه که با هم صحبت های زیاد داشته باشیم، گفته های خیلی زیاد داشته باشیم. و واقعا کارشان فوق العاده است دوستا. تقدیر میکنم این حیث یک بیننده، البته من به این چیزها زیاد نمیفهمم، اما من حیث یک بیننده از کارتون تقدیر میکنم. تشکر، زنده باشیم. خیر باشین استاد اکبر. در مورد خانواده گفتین، ما به عنوان سوالای اخیر میخوایم از شما پرسان کنم که گفتین 4 بار ازدواج کردین و 4 بار عاشق شدین. یعنی 4 بار امکانش میره که آدم عاشق شوه؟ من دیگه هم عاشق هستم. دیگه هم عاشق هستین؟ یعنی بار پنجم هم تسلیم دارید؟ این پنجم دوم آمده شوه. اگر امکاناتش باشه بود رضای خدا باشه. باز با این کار که شما میکنید، با این درآمده که داره، مصارف خانواده و زن و فرزند میشه تکمیل میشه؟ این مال بر 4 زن، بر کدام 4 تا گاو گرفتیم. 4 گاو، 4 گوسفند، 4 بز دیگه، 40 تا مرغ هم برشون گرفتیم. خانمی که دارین از نزدیکا و اقاربتان است؟ بار اول که ازدواج کردین چند سال قبل بود؟ یارا داوود از 60 بالا بود. 65 سال پیش بود. 65 سال پیش؟ بالاتر از ما. شست پنج سال پیش. خب بار اول که ازدواج کردین و بار آخر که ازدواج کردین چند سال قبل بود؟ بار آخر حدود 25 سال پیش بود. 25 سال؟ بله. خب از این فرزند کلان شما چند سال است؟ کلان است، بچه ها کلش در استرالیا است. بچه ها به استرالیا است؟ بله بله. اونا دیگه حالا جوان شدن و عروسی کردن و به در صاحب و نواسه و قواسه هم شدن؟ بله بله بله. زن اول 18 بشه. 18 از دوم 16 از سیوم 14
از چهارم دوازده بچه. نام خدا. راست نام خدا. نام خدا. دوستا بینه دیگه بیشتر جوانایی که میگه من ازدواج نمی کنم نمیفهم مشکلات ها سختی ها از گپ ها برای اونا چی گفته میداره؟ برای از اونا که من میگم زن زیاد بگیرن هر چقدر زیاد بگیرن اون موقع برکت ها میشه اون موقع نفوذ ما هم زیاد میشه اون موقع نفوذ مسلمان هم زیاد جنجال هم کم میشه دیگه در کشور جنجال هم میبشه هر نفر باید که اگه چهار زنش مور چهار زن دیگه بگیرن با چهار تا که مور چهار تا دیگه بگیرن با چهار تا که مور چهار تا دیگه بگیرن تا چهار ما چی از در صورت نباشه حق داری که بگیری در صورت که نباشه نگاه شرعی چهار زن بله چهار زن یعنی چی تو مشکلات حل میشه؟ مشکلات که حتی که نفوذ زیاد باشه در اتاق خو میشه مثلا در اتاق صد نفر باشه بخاری نیاز نیست بچه نیازی بیاد ما برق نداریم زمستان بچه نیازی به بخاری زیاد نیست نیاز نیست صد نفر در اتاق باید کلگی سردمند گرم نرم فامیلی ایچ چیز نمیشن دیگه پرمثال یک آدم اگر تنها به تنهایی یک نانه بخوره به اصطلاح زیادی میکنن یک خوراک نانه بخوره اینا چوچ پوچ که باشه باز دیگه شده گاه میخوره اون موقع برکت میشه خدای پاک همه که برکت زیاد میکنه بله قربانتون وقتتون زیاد نمیگیریم و موفق باشین سربلند و سرفراز باشین همیشه بیایم اما تو تر و تازه و اما تو خوشحال ببینیم زنده باشین خیلی بیم موفق باشین حرف پیام داریم حرف پیام حرف پیام خود زیاد از حرف ها خود زیاد از بینهایت شعر اما تو یک شعر عاشقانه بگوین بمی دوستا که اما بیننده هستن خیلی باشم اینجا یک شعر بر می نویسم خب اینجا می نویسم یادگاری باشن قلم چقدر مقبول میگیرن الهی غرقه غرقه الهی غرقه در گرداب الهی غرقه در گرداب تا کی جهان بیدار جهان بیدار ما در خواب الهی غرقه در گرداب تا کی جهان بیدار ما در خواب تا کی و اما تو به تکرارش هم کنیم بله الهی غرقه در گرداب تا کی جهان بیدار ما در خواب تا کی در این عبرت سرا الهی غرقه در گرداب جهان بیدار ما در خواب در این عبرت سرا یک چشم بیدار تا کی در این عبرت سرا یک چشم بیدار تا کی یک چشم بیدار در این عبرت سرا یک چشم بیدار تا کی مصره بعدیش چو انقا اینقدر نایاب تا کی انقا یک پرنده است که دیگه با چشم دیده نمیشه بسیار بلند پرواز میکنه بله بله چو انقا اینقدر نایاب تا در یعنی دی معنی شعر می است که آدم خدا باید پیدا کنه بله بله الهی غرقه در گرداب تا کی جهان بیدار ما در خواب تا کی در این عبرت سرا یک چشم بیدار تا کی چون تا این قدر نایاب تا کی تشکر بسیار فراوان همیشه موفق باشین بازم قربانتان هموطنای عزیز از همراهی حوصله‌مندی شما جهان سپاس امید که همیشه سوژه های ما را همراهی کنین تا سوژه بعدی که بازم خدمت شما قرار میگیریم الله یار و مددگارتان از وای خیرتان ما را فراموش نکنین خدا نگهدار